امروز پنجشنبه 12 فروردین 1388، 1 آوریل 2010 و اینک به خبرها میپردازیم. درود بر شما عزیزان، از شبکه بین‌المللی واشنگتن وین تی وی در خدمت شما هستیم. وحید زرقامی هستم و من زانیار کمانگر. خصوص طی هفته‌های اخیر تحت فشار زیادی بوده از طرف آمریکا، از طرف کشورهای همسایه ایران و همینطور اسرائیل برای کاهش حمایتش از ایران. متاسفانه این مردم ایران بودن که تحت تأثیر جبه انقلابی آن زمان و اعتقادی که با آقای خمینی داشتن کورکورانه در رفراندوم جمهوری اسلامی اغلبشون شرکت کردن. با اتفاقی که افتاده، ترس من از این است که به نسل آینده چه خواهیم گفت. اما همزبان باید چشمانمان را باز کنیم و ببینیم چه کارهایی باید صورت بگیرد و چگونه زندگیمان را به پیش ببریم. تشکر از توجهتون به برنامه‌های وین تی وی. در نخستین بخش برنامه‌های ورزشی، با درود خدمت یک یک شما بینندگان محترم شبکه وین، کامتون شیرین‌تر از عسل. بله، حتما یادتون میاد که آیت الله خمینی رهبر ایران بود، رهبر انقلاب ایران. ایشون معتقد بودن که وقتی جمهوری اسلامی بیاد، چون ما طرفدار دموکراسی هستیم و همه آزاد خواهند بود، حتی توده‌ای ها هم میتونن هر کاری که دلشون میخواد بکنن و هر چی میخوان بگن. به همین دلیل رفراندومی برگزار شد و نسل قبلی اومد برای نسل فعلی شرایطی رو هموار کرد. با رأی بله خودش به جمهوری اسلامی اتفاقی افتاد که بالاخره میدونید چطور شد. بالاخره 31 سال ما جمهوری اسلامی داریم. اما بعد از سالها معلوم شد که اون انتخابات نتیجهش یک کمی متفاوت شد از اون چیزی که فکر میکردیم. انگار رأی رو توی یک سطل آشغال انداختن. آیت الله خمینی سالها پیش گفته بود که مردم ایران چرا بایستی تقاص پدران خودشون رو پس بدن به خاطر اومدن رضا شاه. حالا ما معلوم نیست نسل فعلی چرا بایستی تقاص رأی بله پدرانمون رو بدیم.